سلام بر همگی. امروز قصد دارم چند تا اثر هنری که توسط هنرمندانی که منظره های شهرهای فوق‌العاده ای کشیدند به شما نشان بدم. این نقاشی متعلق به جان وان در هایدن است. این امستردام است، پایتخت آلند. این بزرگترین ساختمان آن زمان در آلند بود. چطور به نظر می رسد؟ آیا می توانید هیبت و شکوه آن را احساس کنید؟ این نقاشی متعلق به آنتونیو جانل است. اینجا پیزا ونیزا در پایتخت ایتالیا هست. در هر دو طرف ساختمان های وجود دارد و در وسط آن یک برج قرار دارد که به نظر می رسد تقریبا آسمان را لمس می کند. به اندازه انسان ها نگاه کنید. می توانید تصور کنید آن ساختمان ها چقدر بزرگ هستند؟ این فوق‌العاده هست که او همه چیز را با جزئیات بیان می کند. ریزترین انسان ها در تصویر گرفته تا ساختمان های در دورترین نقطه. این یک نقاشی متعلق به رینور است. مردم زیاد را می توانیم در یک میمونی در هوای آزاد ببینیم. تصاویر مردم در حال خندیدن، گپ زدن، رقصیدن بسیار زنده و با روح به نظر می رسد. من تقریبا می توانم صدای موسیقی زیبا و صدای خنده مردم را بشنوم. نور خورشید که از میان برگ ها می درخشد تصویر را گرمتر کرده است. این یک نقاشی متعلق به لیگر است. وقت به آن می نگرید چی چیزی به ذهن شما خطور می کند؟ بسیار خوب، هر کس به چیز متفاوت فکر خواهد کرد. عنوان این نقاشی شهر است. حالا که شما عنوان آن را می دانید، آیا در این شهر، آیا به یک شهر نمی ماند؟ نقاش آن یک شهر مدرن را با ماشین های پیشرفته و تکنولوژی مانند تکه های خرد شده به نمایش گذاشته است. این یک نقاشی متعلق به ادوارد اوپر است که من یک مغاره را می بینم که یک خیابان شهر را که درون آن خورشید غروب کرده است روشن کرده. تعداد کمی از آدم ها داخل آن هستند، اما به نظر نمی رسد که آنها در یک فضای خوشایند هستند. یک احساس مزون و غریب می دهد. هنرمند تنهایی و انزوای انسانهای مدرن در شهر را به نمایش گذاشته است. آیا یک احساس خلا و پوچی به شما دست نمی دهد؟ با وجود اینکه یک فضای راحت و آرام دارد؟ اینکه چطور احساسات واقعیش را در نقاشی جای داده است را دوست دارم. این یک نقاشی متعلق به داوید اوچکای است. در نگاه اول شیبه تصویر یک شهر معمولی به نظر می رسد. اگر دقیق نگاه کنید چندین مستطیل کوچک روی هم افتیده‌اند را می توانیم ببینیم. هنرمند در واقع عکس‌هایی گرفته است و سپس آنها را روی هم انداخته است. مانند هنر اختلاط رنگ‌ها تا یک صحنه را خلق کند، دیدن یک چنین تکنیک بسیار فوق‌العاده است. از تماشای آثار هنری لذت بردید؟ این بار من این نقاشی را با خودم آوردم به خاطر اینکه می‌خواستم نمای یک شهر تابناک در شب را به شما نشان بدم. می‌خواهم به نقاشی رجوع کنم، اما شکل ساختمان آنها را تغییر بدم و یک ماه کامل بکشم، آنقدر بزرگ که شیبه یک قصه به نظر برسد. من طرح آزمایشیم را پیشاپیش خلاص کردم. زمانی که ما را نقاشی می کردم، از یک پلاستیک که در خانه داشتم به این شکل شده هست استفاده کردم، اما شما مجبور نیستید.
در ابتدا آسمان تاریک شب را با استفاده از آب رنگ ها نقاشی می کنم. قصد دارم که پنجره ها را پاک کنم تا خطوط را روشن‌تر کنم و سپس آنها را نقاشی کنم. بعد از اینکه خشک شد، بخش ها را با رنگ های کمی تیره خواهم کشید. برای ما با آرامی از مداد های رنگی استفاده خواهم کرد. سپس چند تا الگو می کشم. سپس با آرامی ساختمان های را در قسمت عقب می کشم. حالا از یک ماژیک ثابت یا یک خودکار مشک استفاده می کنم تا ساختمان ها را در قسمت جلو بکشم.
از رنگ‌های سفید اکریلیکی برای نشان دادن روشنایی ساختمان‌ها استفاده خواهم کرد و آنهایی که روی سطح آب منعکس شده‌اند. در نهایت مقدار رنگ اکریلیکی سفید روی نوک مدادم میگذارم تا ستاره ها را در شب نشان دهم. بسیار خوب، خلاص شد. امیدوارم شما هم نقاشی های خود را با احساسات که زمان به یک شهر نگاه میکنید بکشید. پس تا دقیقه بعد میبینمتون. با سپاس.